بچه سلام، امروز میخوام به یه سوال خیلی پرسوال شما جواب بدم و اینه که چرا ما این همه کلمه یاد میگیریم، کلمه بلدیم، ولی چرا نمیتونیم تو کلماتو توی مکالمه استفاده بکنیم؟ چرا دایلوگاتمون همیشه کم و محدوده با اینکه خیلی کلمه حفظ میکنیم و میخونیم ولی نمیتونیم اونا رو اکتیو بکنیم تو ذهنمون؟ و چجوری باید اکتیو بکنیم؟ بالاخره این داروی سحرآمیز اکتیو کردن توی ذهن چیه؟ دو تا نکته بهت بگم. من تو این ویدیو میخوام بگم که چیکار بکنیم که اکتیو بکنیم. متوجه یه قسمت اینور هست و اونه که بعضی وقتا هم بچه‌ها مثلا واقعا ما وقتی دیگه میریم بقالی و چقالی اونه دیگه نمیتونیم بگیم آه زمانی که من جذب به این سبزی شده ام چه مقدار میباشد این سبزی دیگه، یا چند تمامشو میریم مثلا خیلی خواستم که حرف میزنید دیگه میخری و میریم. یکی از این یعنی واقعا بستگی داره که کجا هستی و داری با کی صحبت میکنی و چی میگی. مثلا سر کارم ببین فقط میخوای یه سری کار رو انجام بدی و پپره و تمام شد دیگه، نمیتونی مثلا بشینی از فلسفه دکارت بگی. میخوام بگم بعضی وقتا خیلی هم نمیخواد مطب خشخاش بذاری، اما میخوام بهت بگم اگه داری زبان آموزی میکنی و میخوای کلمات اکتیو بشه تو ذهنت چه کار باید انجام بدی. اول از همه بچه‌ها باز برای اکتیو کردن اینجوری نیست که بگم با یه بار، چون اکثرا دنبال تنبلین، اکثرا دنبال یه داروی معجزه آسان که میگم با یه بار به من بگو تموم بشه بره. ببین با یه بار تموم نمیشه بره، تو باید خیلی روش کار بکنی، تو باید خیلی زحمت بکشی روش و باید سعی بکنی روی این تمریناتی که بهت میدم هر روز وقت بذاری، وگرنه هیچ کس نمیتونه مثلا یه بار یه کلمه رو ببینه، دو بار ببینه، دو هفته ببینه، بعد دیگه میره دوباره مثلا دو سال بعد استفاده بکنه. باید سعی بکنی این تمریناتی که بهت میدم هر روز استفاده بکنیم. ببین من الان میخوام با یک پادکست به نام پادکست Call Her Daddy شروع بکنم. بعد اصلا مهم نیست الان تنها سوالی که میپرسم اسم پادکست چیه؟ اون پادکست رو، این پادکست مهم نیست. تو میتونی با هر چیزی انجام بدی. همین اگر تو همین یوتیوب هستی بری یه ویدیو انگلیسی دیگه تماشا بکنی، اصلا با همون میتونی انجام بدی. با تیک تاک، با اینستاگرام، فقط محتوا انگلیسی باشه. اصلا مهم نیست چیه، واقعا مهم نیست چیه. وقتی میگم پادکست هم میگم میشه یه پادکست خوب معرفی کنی، میشه یه فیلم خوب معرفی کنی، میشه یه آهنگ خوب. ببین خوب وجود نداره، بستگی داره که تو چی میخوای، علاقت چیه و با هر چیزی که علاقت هست و خودت دوست داری میتونی شروع بکنی. بریم شروع کنیم. بریم ببینیم چجوری بچه‌ها میتونیم اکتیو بکنیم یا چجوری میتونیم یاد بگیریم. این مصاحبه گونث پالترو با الکس کوپر که الکس کوپر پادکستر خیلی معروف آمریکاییه، دخترونه است، موضوعات خیلی خوبی برای دخترها مطرح میکنه و خیلی خیلی دختر خوششون میاد و اینا، منم خیلی خوشم میاد. ولی حالا اگرم میگم مورد علاقت نیست، سبکت نیست، میتونی هر چیزی که مورد علاقت رو انجام بدی. حالا گونث داره توی این مصاحبه صحبت میکنه، من میذارم ببینید چجوری میتونیم کلماتش رو استفاده بکنیم و تو مکالمه خودمون هم به کار ببریم. Like a traditional frame. So you know, like walls, fixtures, floors. I like it to feel like there's some history and some provenance with it. I think I always gravitate towards a house where میگه I always gravitate towards a house و ادامهش مثلا داره توضیح میده. Gravitate towards یعنی گرایش به چیزی داشتن، جذب چیزی شدن. I gravitate towards something. خب اینو چجوری میتونیم استفاده بکنیم؟ قبل از اینم باز دو تا روی کرد هست. یه سری از زبان آموزا تک تک رو یاد داشت میکنن، نمیدونن، میرن میبینن، نمیگن حالا ایستی گفت ولش کن حالا بعدی، دیدی بی خود بودی، دیدی پادکست فایده نداره. بعضی به من میگن پادکست فایده داری یا نه، من بهشون میگم اگه میخوای من بهت بگم نداره، ولی اگه میخوای کار بکنی فایده داره. یکی از اونها اینه، مثلا وقتی که gravitate towards، برو تو دیکشنری پیدا بکن ببین به چه معناست، جملاتش رو ببین یعنی گرایش داشتن. حالا چجوری من میتونم استفاده بکنم؟ راجع به علایقت، من خودم همیشه علاقه به دوربین داشتم از بچگی. I have always gravitated towards camera. I have always gravitated towards social media. I gravitate towards English. یعنی به این سمت همیشه جذب میشم یا جذب شدم. با هر زمانی میتونی بسازی. حالا الان به عنوان تمرین خودت این جمله رو بساز. I have always gravitated towards. ادامه رو خودت بگو. یه بار دیگه بگو. I have always gravitated toward. Toward نیست toward. I have always gravitated toward. ادامه شو خودت بگو. به چی علاقه داری؟ بچه بودی به چی علاقه داشتی؟ الان به چی علاقه داری؟ بر خود جمله سازی کن. بگو 5 بار، 6 بار. بریم بعدی. House where like the bones are more
I always like cozy vibes. Vibe یعنی حال و هوا. اینا I always like cozy vibes. یعنی همیشه حال و هوای دنج رو دوست دارم. خب اینو برای خودت همیشه بگو. I always like cozy vibes. بعد یاد آخرین باری که مثلا جایی که رفتی کوزی بوده یا کجای خونه است که برای تو کوزی. برای من اینجا خیلی کوزیه چون محل کارمه، کلاسامو دارم و از اونورم اقیانوس آرامو میبینم. برای همین میگم this nook has always cozy vibes. این گوشه همیشه برای من حال هوای دنجی رو داره. Last week I went to an Italian restaurant. I really liked the vibe. It had cozy vibes. وایب کوزی داشت. یا جایی که رفتی کوزی بوده، تو ذهنت این جمله رو الان بساز، بگو، اکتیوش کن همین الان، نذار فردا، همین الان بگو. I always like cozy vibes. تو ذهنت تصویر سازی کن، ببین کجا برات کوزیه، کجا برات دنجه، و این جمله رو بساز و اکتیو کن. تصور کن که مثلا میخوای با دوستت صحبت بکنی و یه جایی رو که تو ذهنت دارید از شهرت بگو که اون برای من کوزیه، اون رستوران برای من کوزیه، یه جای خونه برات کوزیه. بریم بعدی. Hot pink. Like I need to get away from the hot pink. I was like I feel like I'm a little hot topic-y. I'm a little in college still. I'm like I have elevated a little bit. میگه I have elevated a little bit. Elevated یعنی پیشرفت کردم، یه ذره بالاتر رفتم. Elevate بالا رفتن. یاد elevator بیفت، آسانسور بالا بر. Elevated. I have elevated. یعنی مثلا بالاتر رفتم، بهتر شدم. یا مثلا میگم partnerها باید همدیگر رو elevate کنن. Partners should elevate each other. همدیگر باید بالا ببرن. خب به این جمله فکر کن. مثلا نسبت به قدیم elevate کردی یا نه؟ اگه کردی I have elevated a little bit by practicing English, by watching Sherry's videos, by reading books, listening to podcasts, I have elevated my English. I have elevated. میتونی هر چیزی رو بگی. پس این elevate رو استفاده کن. I think in a good relationship, partners should elevate each other. My husband elevates me. I elevate him. دوستان عاشقی هم میتونید استفاده بکنید. یا حتی چرا مثلا جدا شدین از هم؟ He didn't elevate me. منو elevate نمیکرد. A little bit, ladies, give me some credit. Give me some credit. Credit یعنی مثلا یه به من یه حالی بدید. مثلا چون یعنی نمیدونم واقعا give me some credit و برای من واقعا نمیدونم فارسیش چی میشه. برای من بنویسید تو کامنت ها. اینو میتونید استفاده کنید مثلا به من، یعنی بشناسید که این کار کردم، بدونید که این کار رو کردم، بعد بفهمید که این کار کردم. خیلی سخته باز وقت ترجمه. But need to have it like classy but still fun. Let's talk about you though. Oh boy. Let's talk about you though. یعنی اما به هر حال. بریم سر تو بالاخره. به هر حال به این معنا میشه. خب این دو هم خیلی حالا پیچیده است. من نمیخوام درس گرامری بدم، فقط میخوام بگم که چجوری این رو میتونین تو ذهنتون بذارین و قرار بدین. حالا دو خیلی کاربردهای مختلف داره، ولی کاربردی که میتونین تو مکالمه به کار ببرین معنی اما میده. آخر جمله میاد. مثلا I really like the restaurant. It has cozy vibes. I didn't like the food though. دو نه ها. دو یعنی خمیر پیتزا. Though. I didn't like the food though. اما غذا رو دوست نداشتم. I liked the vibe. It was very cozy. I didn't like the food though. It was sunny today. It was a little bit chilly though. یه کوچولو چلی بود. یه کوچولو سرد بود. I really like English. I don't have time though for practicing. انگلیسی دوست دارم ولی وقت ندارم. It was... I really liked the concert. I didn't like the music though. کنسرت رو دوست داشتم، آهنگا رو ولی دوست نداشتم. در برای دو جملات متضاد اما و خیلی کانورسیشنال ته جمله میاد though. حالا من دیگه در ادامهش رو نمیرم جلو، فقط خواستم بهتون بگم که چجوری میتونید توی ذهنتون کلمات رو ثبت کنید، تثبیت کنید. ببین این ویدیو یه شاید یه چیزی هولوش مثلا 5-6 دقیقه بشه. شما توی این 5-6 دقیقه شاید با من 4-5 تا کلمه یاد گرفتیم. نمیخواد. الان به من میگه خب این که خیلی طول میکشه، خیلی فلانه، خیلی چی. خب همینه. واقعا نمیتونی مثلا فشرده تمام اینا رو مثلا یاد بگیری. باید وقت بذاری. ولی هر روز، روزی 5 دقیقه، روزی 10 دقیقه بذار سر اینا و سعی کن که باهاشون جمله سازی بکنی و سعی کن که
اینا رو باشون یاد بگیری، کار بکنی، برای خودت تصویر سازی بکنی که تو خودت چجوری میتونی موقعیت رو بسازی و از این کلمات استفاده بکنی. وقتی که تو اون لحظه میرسه، این کلمات خیلی راحت به ذهنت میرسه و میگی. یه جوری راحت بهت بگم، وقتی ذهنت آماده است خیلی راحت تر میتونی از جملات و کلمات جدیدتر استفاده کنی، ولی اگه ذهنت اصلا آماده نیست، واقعا نمیتونی خودتو به اون قسمت برسونی تا بتونی از کلمات جدید استفاده بکنی. پس ببین، تمرین برای تو همین ویدیو رو فردا دوباره تماشا کن، پس فردا تماشا کن، دوباره این کلماتی که استفاده کردم رو دوباره استفاده بکن و سعی بکن که این کار برای بقیه محتواهایی که داری میبینی استفاده بکنی، بگی و تو ذهنت تثبیت بکنی، ریویو کنی و سعی بکنی اونا رو جمله سازی کنی و استفاده بکنی. نه اینکه اینجوری مثلا میخوای خب اینو دیدم، خب اینا خوندم، بذار برم پوست شیرم ببینم، بذار برم شرم شب پرم رو گوش بدم. انگار مثلا به زور داری یه کاری انجام میدی، بعد با عشق انجام بدی، بعد با جون و دلت و قلبت رو بذاری براش. امیدوارم که جون و دل و قلبتون هم برای من بذاری و ویدیو رو کامنت بذارید، لایک بکنید و به دوستاتون هم منو بچه معرفی بکنید. خسیس نباشید، زودی میبینمتون.